خب اما در فضای مجازی چه خبره؟ نوبت میرسه به گزارشی از فضای مجازی که از همکارم میخوام این گزارش رو براتون ارائه بده. سلام و وقت همگی بخیر. با بخش دیگه ای از گزارش فضای مجازی در خدمت شما هستیم. گزارش امروزمون رو از وضعیت بحرانی اقتصاد رژیم شروع میکنیم. به خصوص با هر چقدر گرونتر شدن دلار و از طرف دیگه هم خبرهای مبنی بر ورشکستگی بانک ها، روز به روز مردم بیشتری برای خرید ارز به بازار میرن. تصاویری از تجمع مردم در صرافی ها در فضای مجازی منتشر شده. حتی روزنامه های حکومتی هم مجبور شدن به این وضعیت بحرانی اعتراف بکنن. از جمله روزنامه صنعت معدن هست که با تیتر به خاطر یک مشت دلار اشاره کرده که بعضی از افراد از ساعت 4 صبح برای خرید ارز توی صف میستن. همینطوری که دیگه از کاربران به انتشار این تصویر از یکی دیگه از روزنامه های رژیم نوشته که فکر کردم که این در واقع یک تیتر فیلم سینمایی هست که نوشته به خاطر یک مشت دلار، اما متوجه شدم که وضعیت مردمی هست که برای خرید دلار ساعت ها از صبح زود در صف میستن. همینطور فیلمی هم در همین رابطه که از روز گذشته هست و همینطور هجوم مردم رو به صرافی ها نشون میده رو منتشر کرده. آقا یه دقیقه اینجا رو نیا کن، دم صرافیه. نگاه کن یه دقیقه. صرافی تهران؟ معلوم نیست چی کار دارم میکنم. شلوغ، اینقدر شلوغه در صرافی رو بستم. یک موضوع دیگه ای که در فضای مجازی منتشر شده بود موضوع درختکاری خامنه ای جنایتکار بود. هرچند که رژیم تلاش کرد که این موضوع رو با تبلیغ‌های مختلف نشون بده و در واقع به نوعی برای جلب توجه مردم از اون استفاده بکنه، اما دقیقاً به عکس خودش تبدیل شد و واکنش‌های منفی زیادی در فضای مجازی داشت. از جمله یکی از کاربران با انتشار این تصویر از خامنه ای نوشته دیکتاتور نهال درخت قرص می‌کنه، اما نهال‌های سرزمین ما در زندان ها و سیاه چال ها رو پرپر میکنه. هر روز کودکان ایران رو در سطح های زباله میاندازن و هر روز مادرانی رو داغدار و سیاه پوش میکنه. یک دوست دیگه هم با انتشار این تصویر از صحنه درختکاری خامنه ای شری از شاملو رو یادآوری کرده و خامنه ای رو خطاب داده و گفته تو را چه سود فخر به فلک برفروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت میکند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داس سخن گفته ای. آنجا که قدم برنهاده باشی گیاه از رستن تن می زن. چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. موضوع دیگه ای که همچنان موضوع داغی هست موضوع سریال جنهای خوب هست. در ادامه این موضوع تصویری منتشر شده از مراسمی که قرار بوده برای تجلیل از معماران جوان و برتر انتخاب بشه در اصفهان که رئیس نظام مهندسی اصفهان از بین 32,000 نفر پسر خودش رو معرفی کرده که تازه اون هم معمار نیست و رشتهش عمران هست و یک نمونه دیگه از جنهای خوب هست که اون رو به عنوان مهندس برتر معرفی کردن. یک نمونه دیگه هم دختر لاریجانی رئیس مجلس هست که در حال حاضر در آمریکا در یکی از دانشگاه‌های کالیفرنیا در حال تحصیل هست و همینطور شاغل و محقق هست که کاربران فضای مجازی ضمن انتشار عکسش گفتن که چطور هست که ما باید مرگش رو بگیم و امکاناتش رو ژن‌های خوب و آقازاده‌ها استفاده بکنن. یک موضوع دیگه که مطرح هست موضوع ادامه قیام و استمرار اعتراضات مردمی هست. اخیراً یک اپلیکیشن به نام یوشاهیدی منتشر شده که هدفش در واقع انتشار هر چقدر بیشتر و مستندتر خبرهای مربوط به اعتراضات مردم ایران هست. کانال نقشه قیام ایران ضمن معرفی این پروژه گفته که همه میتونن توی اون شرکت داشته باشن و برای هر چقدر رسانه‌تر رسوندن فریاد اعتراض مردم ایران از اون استفاده کنن. شما با نصب اپلیکیشن یوشاهیدی میتونین در هر زمانی اخبار قیام رو از اعتراضات، تجمعات، اعتصابات، تحصن‌ها، حمله نیروهای سرکوبگر، برخورد اونها با مردم رو و همینطور افشاگری علیه نیروهای امنیتی رو منتشر بکنید. این اخبار بعد از اینکه تدقیق میشن در رسانه‌های مختلف در اختیار مردم قرار میگیرن. همینطور نحوه بکارگیری از این اپلیکیشن و
نصب اون و همینطور استفاده از اون و ایمیلی که بعد خبرها به اون منتشر بشه رو این کانال معرفی کرده که میتونید از اون استفاده بکنین و به اون وصل بشین و همینطور خبرها رو دنبال بکنین که آدرسش هم @iranprotestmap هست که توییت ها هم با همین هشتگ در توییتر منتشر میشه. در ادامه اعتراضات مردم به شکل های شعارنویسی و استقبال از کارزار بزرگ چهارشنبه سوری رو داریم. فریادهای روی دیوار از اصفهان هست، شعارهای مرگ بر خامنه ای هم روی کف زمین و هم روی دیوار هست که دوستی که این شعارها رو در واقع منتشر کرده نوشته که دشخیمان و مزورهای رژیم خیلی تلاش میکنن که شعارها رو پاک بکنن، اما ما تاکید داریم که به شعارنویسی ها تا روز پایان دیکتاتور ادامه بدیم. این دوستمون روی فیلمی که منتشر کرده توضیحات بیشتری رو داده که با هم میشنویم و میبینیم. مزدوران بسیجی خط زدن، زدن مرگ را آمریکا. من متاسف نمیشم، خطش میزنن بچه. دوباره می‌نویسم. تسلیم نمی‌شم. یک دوست دیگه این تصویر رو ارسال کرده و نوشته که امروز دیدم یک مامور نیرو انتظامی کلاهش رو روی ماشین گذاشته بود، من همون رو برداشتم و سریع این شعار رو نوشتم: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. فیلمی هست از کارزار دیکتاتور در آتش که یک کمپین برای سوزوندن عکس‌های خامنه‌ای به عنوان نمادی از تباهی و فساد در ایران انجام میشه و این روزها با نزدیک شدن به چهارشنبه سوری بار دیگه این کمپین گسترش پیدا کرده. این فیلم مربوط به مشهد هست. بعد این ماه چهارشنبه سوری، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای رومانی، زنده باد آزادی. بعد ایما قیام چهارشنبه سوریه 96، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای روحانی، زنده باد آزادی، زنده باد آزادی خواهان و مبارزان. مرگ بر دیکتاتور. از مردم غیور مشهد و همه کشور میخوام که چهارشنبه سوری بیرون بیان و این رژیم خونی رو سرنگون کنن. و همینطور فراخوان هایی داریم در رابطه با تجمع و اعتراض در روز چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری ایران رو از آخوندها پس میگیریم، فریاد هر ایرانی، مرگ بر خامنه ای روحانی، که تاکید شده در یک هفته اعتراض از 22 تا 29 اسفند ماه با شعار مرگ بر خامنه ای روحانی. و این هم یک فراخوان دیگه با هشتگ دیکتاتور در آتش و ما این وطن رو پس میگیریم. روزهای 22 تا 29 اسفند ماه باز هم یک فراخوان دیگه، چهارشنبه سوری به سوی روشن کردن شعله های اعتراض با شعار شاه سلطان ولایت، آتش جواب آتش. و یکی از فعالیت‌های جوان‌های تهرانی شعار شاه سلطان ولایت، آتش شباب آتش. خب دوستان، گزارش ما در همین جا پایان میرسه. امیدوارم که چهارشنبه سوری آتشین و پر از اعتراض و قیام پیش رویمون باشه و با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان. خدا نگهدار.